پری؟ بیگم پری. آه پری، خدایا خدایا شکرت، خدایا شکرت، منو خیلی ترسوندی، خیلی خیلی زیاد دوست عزیزم. گریه نکن، خواهش میکنم، منم به گریه میندازی. پری من خیلی نگرانت شدم، من مردم، تو چی کارم کردی؟ خیلی منو ترسوندی، نمیدونی کجاها رو که نگشتم، چرا منو بی خبر میذاری پری؟ بیا اینجا. خوبی نه؟ خوبم، خیلی خوبم. واقعا خوبی؟ باشه، تو رو خدا گریه نکن، همه چی رو میگم. بیا عزیزم، بیا بریم تو، همه چی رو تعریف میکنم. بیا. خیلی دلتنگت شدم بیگو. اینجا کجاست؟ خونه ای کیه؟ تو چرا اینجایی؟ بهت میگم. آی داره قلبم وای میسته، تو رو خدا بگو چی شده؟ خوش اومدین آقا تامر. بیگم خانم چطوری؟ متعجب شدم شما اینجا. پری؟ حق داری، خیلی حق داری. کار تموم شد عزیزم؟ نه یکم کار دارم. باشه پس زیادتون نکشه، چون شب میریم بیرون. برنامه ریختین؟ والا من خبر ندارم، مشخصه که من از هیچی خبر ندارم، اما کاش بفهمم اینجا چه خبر. باشه بریم بالا، تو راحت شو، منم بهت همه چی رو میگم. میبینمت. باورم نمیشه، من تو سردخونه، من رفتم سردخونه پری، رفتم تشخیص جنازه یه زن جوون به عنوان تو. وقتی من این ترسا رو تجربه میکردم، تو با آقا تامر آشنا میشدی، با هم تو رابطه این، با هم زندگی میکنید، حتی به من یه خبر نمیدی پری. معذرت میخوام بیگم. برو بابا پری، ولم کن، باورم نمیشه، آقا تامرم چیزی نگفت. من اینجوری خواستم. چرا؟ خواستم یه چیزایی سر جاش بشینه عزیزم. شما یه مدت کوتاهی که همو میشناسید نه؟ قبلا تو زندگیت نبود؟ نه، از ما خیلی سری رقم خورد، میتونیم بگیم عشق رد و برقی. واقعا عشق؟ خب آره، آره عشق. تامر وقتی سر راهم قرار گرفت، اونقدر حالمو خوب کرد که. پری تو رو خوب میشناسم، تو زنی هستی که همیشه با عقل پیش میری. این وضعیت، چیزایی که گفتی به نظرت نرماله؟ عشق غیر نرمالی نیست نه؟ عزیزم ببین، چیزای سختی رو پشت سر گذروندی، همش یه مدت کوتاهی میشه. برای اینکه دردتو تسکین بدی، شایدم برای اینکه این دوره رو پشت سر میذاری، ممکنه همچین حسی داشته باشی. حتی فکر کنی که داری اینو حس میکنی. من مطمئنم که چه حسی دارم. تامر منو دوست داره، منم اونو دوست دارم، ما خیلی به هم اعتماد داریم. ببین من روانشناسی نخوندم، اما چون تو رو خوب میشناسم، چیزایی که میگی خیلی برام غریب است پری. خواهش میکنم اشتباه برداشت نکن، من واقعا الان سختمه متوجه بشم، چون داغ تازه است. اینجوری میتونی سرکوبش کنی.
برای اینکه چیزایی که تجربه کردی رو نادیده بگیری به طرف دیگه حمله میکنی. میخوای برگردی سر کارت؟ اونجا مشغول شو، انرژی تو اونجا خالی کن. من و تامر با هم ازدواج میکنیم. خوبه، مبارک باشه، ولی به نظرم این تصمیمی هست که با عجله گرفته شده. از این که اینجوری میگم میدونم عصبانی میشی، اما من خیلی دوست دارم پری، نمیخوام دوباره مشکلی پیدا کنیم. تو نگران من نباش، تامر منو خیلی دوست داره، منم تامر رو دوست دارم. در کوتاه‌ترین زمان که طلاق گرفت ازدواج میکنیم. طلاق بگیره؟ یعنی همچین مشکلی هم این وسط هست؟ اصلا نگران نباش بیگم، اون حل میشه عزیزم. حل که شد فوراً ازدواج میکنیم، تو هم شاهد عقد من میشی. ها؟ اینجاست. راستش خیال من زیاد راحت نیست. بیا برگردیم. تا اینجا اومدیم، تا نفهمیدم چه خبره بر نمیگردم. زود باش در رو بزن. در بزن. دست نزن، همه جا کثیفه. مریم اومدی؟ مامانمه. ممنون. بفرمایین، بیاین لطفاً. دمپایی نداریم اما میخواین همینطوری بیاین. بفرمایین. ببخشین، میخواین از این ور بیاین؟ بفرمایین. خیلی ببخشید. بفرمایین، بشینین. این چشه؟ راستش خون ریزی معده داشت، هیچ وقت وضعش خوب نشد، چند روزم هست که تو این وضعه. چرا نمیبری بیمارستان؟ بهت گفتم. خدا شفاش بده. ممنونم. بگو ببینم دردت با من چیه. به مریم چیزایی گفتی که درست نیست. همه ی حرفای من واقعیت دارن. بولنت یلماز بابای منه. برو بابا، از کجا بابات میشه؟ فهمیدیم سعی داری از ما پول بکنی، اما انقدر ساده نیست. به پول کسی چشم ندارم، من فقط برای خوبی مامانم کمک خواستم. توی این همه سال یه بار اومدم جلوی در شما. ما وقتی بوی پولو حس کردی اومدی. لطفاً وضع مامانمو ببینی. باشه، داستانتو بگو. داستانم، مادرم و شوهرتون 2 سال رابطه داشتن، اجازه نداده که مامانم کار کنه، اون کمکش کرده. اون موقع ها از خودشم نمیتونست نگهداری کنه. معلومه که دروغ میگی. وایسا، وایسا تعریف کنه. خب
مامانم در کل تو رفاه زندگی نکرده. مامانم نداری زیادی رو تحمل کرده. فقط چون اونو دوست داشته همه چی رو تحمل کرده. به مامانم میگفت دلبرم. برای مادرم شعر میخوند. به خاطر همین مادرم اسم منو گذاشته دلبر. میخوایی وارد جزئیات نشم؟ خیلی خلاصه بگو. به من داستان نگو. تو رو انسان دونستیم و اومدیم این ورا. تا الان یه جمله درست نگفتی دختر. 2 ماه بعد از به دنیا اومدنم شوهرتون مامانم رو ترک کرده. همه جا دنبالش گشته. پیداش نکرده. بعد خونش رو پیدا کرد. اما اونا نه. همسایه ها گفتن بعد اینکه خونتون سوخته اسباب کشی کردیم. مامانم هم دردشو گفته. یکی بهش گفته بچه های خودشو داده یتیم خونه از بچه تو مراقبت میکنه. برای همین مامانم مجبور شده برگرده به کار خودش. یعنی کاباره ها؟ آره کاباره. مامانم با آهنگ خوندن منو بزرگ کرده. با جون و دلش. اما برای نجات جون او نمیتونم کاری بکنم. کاری از دستم بر نمیاد. نوش جونت عزیزم. چون تو دوست داری درست کردم. عالی به نظر میاد. تا به پزه بالای سرش موندم. دفعه پیش غذای منو سوزوندن برای دیوونه کردن من. مادر و خواهر تامر زیاد از من خوششون نمیاد. تو چشام نگاه میکنن. یعنی باید بری. باید خیلی منتظر بمونم. تو با این چیزا داری مجادله میکنی؟ اصلا اهمیتی نداره. در نتیجه اونا میرن و من میمونم عزیزم. حتی قراره تا میرم با ما چایی بخوره. حتی من برم ببینم که میاد یا نه. منم داشتم میومدم که بهت سر بزنم. سلام. بیا بشین عزیزم. از همشون میذارم. باشه زیاد نذار. آه عزیزم عاشقش میشی. حتما امتحان کن. باشه. نوش جونت. ممنون. سیکو. سلام. سلام بگم خانم، حالتون چطوره؟ والا خیلی متعجبم. خب هرچی بگین حقم داری. سیکو اون کار چی شد؟ حل شد؟ بعدن حرف میزنم. تامر باید بیا، یه موضوعی هست که باید بهت بگم. اومدم. بیگم جون 2 دقیقه منتظر باش، زود میام. میگه طلاق نمیگیرم. راستشو بخوای پولم قبول نمیکنه. چی؟ چی میگه؟ میگه طلاق نمیگیرم. آره؟ تو میخوای دوستتو تنها نذار پری. سب کن ببینم به چی گفت. پری اول من باید بفهمم چی شده، بعدم بهت میگم. یعنی طلاق نمیگیره؟ خیلی خوب. خب حالا چی میشه تامر؟ یه رای پیدا میکنیم. این کار یه جوری تموم میشه. قطعا سعی میکنه وقت بخره. انتظار داره ازم دل سرد بشی. میگی راه حل پیدا کنم، ولی اون چی میشه هان؟ سر کن. نمیدونم. قطعا راحت نیست، اما به نظرم با تنش یه طوری حل میشه. من اینطور فکر میکنم. پری تو هم خیلی به ما فشار نیار، اینطوری فقط استرسمون بیشتر میشه. یالا برو، دوستتو تنها نذار، زشته. آسیکو برای شام به کسی قول نده. با بیگم با هم میریم بیرون شام بخوریم، باشه؟ من به این تغییر احساس نمیتونم برسم. ببینم تو چطور مغزت نمیسوزه داداش. ول کن بابا. چطور میشه؟ چطور حلش کنیم؟ داداش نمیدونم، خیلی به تصمیمش مصممه. حتی آهورم کنار زد در این حد. باید بابا این حرف بزنم. گوشیتو بده من. چرا؟ گوشی منو کنترل میکنه. من واقعا در این مورد حقو به برین میدم داداش.
من باید یه تماسی بگیرم. چه تماسی؟ چند لحظه دیگه میام. ببخشید کارای ما اینطوریه دیگه. این واقعا خیلی قشنگه. این باشه. بله خانم. آه، انتخاب قشنگیه. آفرین. باید همینجوری فقط پول خرج کنی. باید اینو جواب بدم. آه، اینم خستم کرد به خدا. سلام، چطوری؟ منم برین. تامر؟ چرا از گوشی خودت زنگ نزدی؟ فکر کردی تو زنگ بزنی جواب نمیدم. شارژم تموم شده بود. خب بگو چی میخوای؟ باید حرف بزنیم برین. حرف بزنی؟ بدون آهو. بدون پری. باشه. قول میدم این بار اتفاقی رخ نمیده. چطور انقدر مطمئنی؟ از دیدارمون خبر نداره. اگه ضمانت میکنی که به هم حمله نمیکنه باشه میام. ضمانت میکنم. باشه، من یکم دیگه کارم تموم بشه میرم هتل. فردا شب ساعت 5 کافه مولیا. خوبه؟ خوبه. باشه، میبینمت. خدافظ. چی میگه؟ بهت میگم. همشو یه جا بکشید. چشمت من. این گشتن ما برای آقا تامر گرون تموم شده. بله آقا تامر. کجایی آباز؟ آیسل خانم و مریم خانم اومدن دیدن یکی. منتظر اونا. دوست کی هست؟ والا نمیدونم. خیلی خوب باشه، شب باهات کار دارم. باشه باشه قربان. میبینمت. میبینمت. به یاوز زنگ زدم. شب و برنامه ریزی میکنه. ببین من نمیخوام، خودت میدی. برای اینکه خیالت راحت بشه. من خودم نمیخوام، ولی یه پری درونمه که اون بهم جو میده دیگه. خودت میدونی. اونو بگیرم. آره یاوز زنگ زده. پیام اومد. کارت بانکی شما 350,000 خرید انجام شده. با اون یکی کارتم. میگه اگه این خرید متعلق به شما نیست لطفاً به بانک زنگ بزنید. زنگ بزنم؟ خدایا این خیلی جالبه. بر این خانومم سلایقه گرونی هم نداره. یعنی چی رفته خریده؟ بریم بالا. به نظرت چرا طلاق نمیگیره؟ نمیدونم پری. ببین منو، از طلاق نگرفتن اون خوشت میاد؟ آره؟ باعث غرورت میشه؟ اگه خوشم بیاد چرا اون همه پولو بدم؟ خب باشه، این پولو میدی چون قدرتمند بشه، بیشتر تو رو دوست داشته باشه و بهت رسیدگی کنه. میدونی 40% از مردایی که طلاق گرفتن برمیگردن پیش زن سابقشون، اما نه برای اینکه عاشق شدن، فقط برای اینکه ببینن زنشون با کس دیگه ای هست یا نیست. همین. یالا بریم یالا. روکو راست میپرسم، اگه یکی وارد زندگی بر این میشد، یعنی اگه اینو بفهمی به بر این حسادت میکردی یا نه؟ به نظرت الان زمان درستی در مورد حرف زدنه؟
میگی که هرگز حسادت نمی کردی آره؟ میگم بریم بالا. حتی حال نداره چشمشو باز کنه. پولو انتقال دادم. ممنونم. یعنی من برای داستانی که تعریف کردین کارو نکردم. جای تو هر کسی که بود همین کارو میکردم. باشه. درس تو خوب بلدی. اما ولش کنی. یه بار دیگه هرگز همو نبینی. حرف منو باور نمی کنی؟ چیو باور می کردی؟ پس چرا اومدی؟ حالا که به شوهرتون شک نداشتین چرا اومدین؟ از ما کمک خواستی و اومدیم. اگه مامانم توی این وضعیت نبود از هیچ کدومتون کمک نمی خواستم. خدا شفاش بده. بلا بدون. ملت راهشو پیدا کردن. نباید اون پولو میدادی. چی کار میکردم؟ حالشو ندیدی؟ اگه تکرار بشه چی ها؟ مشخصه که دروغ میگن. عکسای مادرشو ندیدی؟ اینا دروغگوان. مادرشو ببین، دخترشو بگیر. دروغ میگن همشو. من مثل تو مطمئن نیستم. اگه از پشت سرمون زن سر پا بشه از کجا معلوم؟ اون زن چطور سر پا بشه؟ حال زنه رو ندیدی مگه؟ ای بابا، انگار گزارش بیمارستان تو دستمونه. گدوهای سر کوچه خیابون رو نمیبینی؟ خودشونو میزنن به فلجی، بعد بلند میشن میرن. دخترم اینا دندون تیز کردن، نیتشون فرق داره. منو ببین لطفاً، به داداشه چیزی نگو. ذهن بچه رو به هم نریز. باشه، نباید به اون بگیم. نمیدونم. یعنی چی نمیدونم؟ با این دیوونه ها کلنجار بریم؟ ای بابا، به هیچ وجه دهنتو باز نکن. بعدش ازت عصبانی میشم که چرا به کلاهبردار و پول دادی. اعلامش نکن، یه حماقتی کردی. به اینم چیزی لو نده. زود باش بریم. ممنون. خیلی خوشمزه بود. ببین از این بخور، خیلی خوشمزه است. چی کار میکنی پری؟ به نظرت دارم چی کار میکنم؟ به بشقابت سرویس میدم. دیگه از چی خجالت میکشی؟ از چیزی خجالت نمیکشم. خب میترسی که یکی اینجا ببینه و به زنت خبر بده؟ پری در مقابل مهمونا زشته. آه چرا؟ راستش بیگم خیلی وقته که منو میشناسه، نراحت نمیشه. راحت باشید. اینجوری نبین سیکو بدون انرژی میشینه. اون خیلی انرژیش زیاده. وظیفه امروزش واقعا خستش کرده. ببخشید واقعا خستم، برای همین نمیتونم دخالت کنم. خواهش میکنم. به کار یه طلاقه تامیر رسیدگی میکنه. وقتی میره پیش زنش انرژیای منفی رو جمع میکنه و میاد اینجا. عزیزم میبینی دیگه چی شد؟ عشقم گلو درد میکنه؟ نه، کاملا خوبم. خوبه. خب بگم، با تامیر که آشنا شدی به هم بگو. عزیزم گفتم که تو بانک مشتری ما شده.
یعنی قبل از اون آشنا نبودید؟ نه نمیشناختیم. شما تو بانک با هم دوست شدین؟ نه، من و پری دوستای دوران دانشگاهیم. تو کلاس آخر با هم آشنا شدیم، دیگه از هم جدا نشدیم. دوستان سابق؟ همینطوره. اول پری تو بانک کارو شروع کرد، بعدش من. اون مدیر شد و من دستیارش. الانم بیگم به جای من بازی میکنه. این یعنی چی پری؟ چیزی دیگه، من نمیخوام کار کنم. قوی تر این شخصی که جای منو میگیره توی. اینو میگم عزیزم، همچین چیزایی تو شغلمون پیش نمیاد. مدیر کل تصمیم میگیره. درست میگی آقا تامر. ها آقا جان چطورید؟ ممنون، شما چطورید؟ ممنون، خیلی متشکر. سلام و نوش جونتون. خیلی ممنون. بعد از جلسه مطبوعاتی اصلا همون ندیدیم، انگار سرتون شلوغه. دقیقاً سرمون یکم شلوغه. گفته بودیم یه برنامه‌ای بچینیم، میدونید حرفایی داریم؟ بله بله یادمه، البته انجام بدیم. پس امروز قول بدید شما و همسرتون رو میخوام میزبانی کنم. با کمال میل شرکت میکنیم. در ضمن آشنا نشدیم، من پری هستم. خوشبخت شدم خانم محترم. بریم سر میزمون. نوش جونتون. همچنین نوش جونتون. خیلی ممنون. من عمرن اینا رو ببینم. آه شما زنه رو دیدین؟ چرا اینطوری بود؟ آه تامر رو با چشمش خورد. قبل از نشستن سر میز شکمش رو سیر کرد. رو مخ بود. فردا میریم دنبال خونه میگردیم. برینجون میریم میگردیم، عجله ای نداریم. یعنی چی عجله ای نداریم؟ همینجوری موندیم تو گوشه هتل. چرا از اتاق هتلتون راضی نیستی؟ راستش نه برین، آبجیت به فکر شماست میگه. خب ما چطور میتونیم راحت باشیم؟ در نتیجه یه تخت و تشک تموم شد رفت دیگه. برای راحتی شما میگه، همش به خاطر شماست. ولی من یکی که خیلی راحتم، یعنی اصلا نیازی نیست که عجله کنیم. آبجی جون، مامان جون، دسراتو بخور دیگه. سیر شدم مامان. اون زنه اینجا نمیاد که نه؟ نه نمیاد عزیزم، نمیخواد بترسی. تا وقتی که بابات نیاد اون زنم نمیاد، راحت باش. باشه، پس بابام اصلا نیاد، نمیخوامش. سلیم، تو بچه ها رو ببر شهر بازی یکم بازی کنن. البته عزیزم. باشین بچه ها، باشین. ممنون عزیزم. خواهش میکنم. دیگه جلوی دوملو اینجوری حرف نزن، وضعیت روحی بچه خراب میشه. خواهشن مراقب باش دیگه. تو انگار خیلی دقت میکنی. یه روز میگی طلاق میگیرم، یه روزم میگی منصرف شدم. دخترت کلن ذهنش به هم ریخته. منم به خاطر دوملو تصمیم گرفتم طلاق نگیرم، چون به فکر دخترمم. اون زنه نه تو رو و نه دوملو رو راحت نمیذاره. مطمئن باش مدام بالا سرتونه. ببین بچه چقدر ترسیده که اون بیاد اینجا. الانم اگه تصمیم تو رو بفهمه، حسابی اون زنه بدترش میکنه. آه یه لحظه یه لحظه، این خنده واسه چیه ها؟ بگو تا ما هم بفهمیم. بگیم قصاص علیه قصاص. تو نقشه ای داری؟ یه چیزایی تو ذهنم هست. به ما هم بگو، ما هم بدونیم دیگه. فردا پری نمیدونه که قراره تامر رو ببینه. خب؟ نمیدونه دیگه، همین. ببینم تو چی تو سرته ها؟ هنوز قطعی نشده. به من نمیگی؟ به من؟ به آبجید که برات دست و پا میزنه؟ باشه، پس که اینطوره، باشه. چی شده؟ اون مرده، فوراً نگاش نکنی ها، پیراهن سفیده رو میگم. خب چی شده؟ مدام به تو نگاه میکنه، ازت چشم بر نمیداره. چند بار دیدمش. خب الان من چی کار کنم؟ لازم نیست هیچ کاری بکنی. فقط لازم نیست برای اون نمک نشناس اینقدر خودتو اذیت کنی. از این زیبایی تو، ثروت و جوونیت لذت ببر. همین، ارزششو ندارن. فقط زندگی تو بکن و فقط نقشه هایی بکش که چطور بتونی با اون زنه سر کنی. آبجی جون، واقعا حرفاتو درک نمی کنم.
اما نقشه های من ساده نیست، یکم صبر کنی میفهمی. فقط خواهش میکنم تحمل کن، بعدن خودت میفهمی. بازم داره نگاه میکنه. پیامک اومد؟ نه، ایمیلمو چک کردم. نگاه نکن بیگم، چی کار کنم؟ آدم شک میکنه. چند روز پیش زنش بچهشو بهونه کرد و برای دیدن تامر دروغ گفت. میدونی که میخوای در این مورد حرف نزنیم؟ آخه بیگم خانم سر شام هستن، میترسم پشیمون بشه. نه عزیزم، برای من بی تفاوت شده، خیلی وقت بود بیرون نرفته بودم. تغییر همیشه خوب نیست بیگم. اونطور که تو فکر میکنی نیست، زن گیر داده نمیخواد طلاق بگیره، حتی پیشنهاد 200 میلیونی تامرم رد کرد. 200 میلیون؟ سیکو بگو. پری، تو این محیط حرف نزنیم بهتر. به نظر منم این حرفو تمام کنیم. به نظر منم از ریشه بکنیم، یعنی تو ملاقاتو کنسل کنی حل میشه. از این به بعد بذاریم وکلا رسیدگی کنن، تموم بشه بره. به همین سادگی. به نظر ما ارتباطو قطع کنیم و بقیه کارا رو وکلا حل کنن. موضوع بسته شد. همین. همینه. چه خوب. سیکو، تو هم دیگه از اینجا به اونجا حرف نمیبری. یکم ترمز کن. خب با اجازتون من برم. دیگه نمیتونیم شوخی کنیم سیکو. چرا، اما این شوخی زیادی بامزه است. اوه باشه، معذرت میخوام، نمیتونم شوخی نکنم، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. تو هم جایی نرو، موزیک شروع میشه. من چیزی که باید میشنیدم و شنیدم. باشه سیکو، معذرت خواستم، خواهش میکنم، بس دیگه. باشه، یعنی برای بار اول هممون اومدیم بیرون، حالمون بد نشه. من میرم دستشویی، برگشتم اینجا باش و الا بد میشه. باشه. شما ببخشید بیگم خانم، مشخصه از وضعیتش کمی اعصابش به هم ریخته. آقا تامر، معذرت نخواین، ولی من خیلی متعجبم. پری رو خیلی وقت میشناسم، اولین باری اینطور میبینمش. پری همچین زنی نیست. شاید گفتن این در حد من نیست که بگم، اما مجبورم که بگم. من ندیدم که تو این 10 سال یه بار به خاطر شوهرش حسادت کنه، چه بدونم تو زندگی شخصیش مداخله کنه. و این رفتارهایی که میبینیم، من خیلی نگران شدم. پری نرمال نیست، اصلا نرمال نیست. در نتیجه یه نظر منطقی اومد. منم مثل شما فکر میکنم، هم نظرم، میخوام اونو بگم. البته مثل شما نمیشناسمش، اما چیزایی رو که تجربه کرده رو شنیدم. بعد از اون اتفاقات اینطور شد. این دوست من نیست، این یکی دیگه رفتار میکنه. والا شما نمیدونم چی میگید، اما من فکر میکنم پری باید پیش دکتر بره. باهات موافقم. بگیر ببینم. خیلی خوب آیسل، بس دیگه. چرا؟ سر حال نیستی؟ گلوم یکم درد میکنه، امروز اینجوری هم دیگه. تو سرما خوردی؟ یا چیزای سرد خوردی؟ من برات احلامور درست کنم، یا سالی برات خوبه. تو خونه هست؟ اگه نیستم مریم میتونی سفارش بدی؟ وای بسه، بسه بابا، بسه. الو، چه خبره دخترم؟ یعنی چی چه خبره؟ این زن امروز چی کشیده؟ باز اطراف تو میچرخه. واقعا نمیتونم خودم رو تحمل کنم. دیگه به این آدم رو نده. یعنی چی این اون میگی الان واسه خودت؟ باشه عصبانی نشو، از دهنش در. واقعا هنوزم، هنوزم. ای بابا، این چی میگه آیسل؟ تو امروز چی کشیدی؟ میدونی ما امروز کجا رفته بودیم؟ رفتیم خونه ی دودو.
دودو کی آیسل؟ دودو؟ نمیدونم، یه زنه حتما. یکی از زنایی که قبلا باهاش بودی. دودو خواننده، یادته؟ چی داره میگه؟ من که هیچی نمیفهمم. روز پیش دختر رو به زنگ زده، گوشی تو قطع کردی. همچین چیزی نیست. چه دختری؟ یعنی چی اصلا؟ ها؟ چی میگی تو؟ دختر به چی؟ چه دختری؟ چرا داری بازجویی میکنی از من؟ بس دخترم. دلبر، من بهت بگم دلبر، دختر دودو، دلبر زن خیلی مریضه، خیلی. فهمیدی؟ میدونی؟ دختر چی گفت؟ گفت تو بابای اون هستی. به زنگ زده، میخواست باهات حرف بزنه، اما تو گوشی رو قطع کردی. یعنی چی؟ دروغه؟ چرا داری دروغ میگی؟ همچی چیزی نیست آیسل، دروغ میگه، به خدا دروغ میگه. منم گفتم که دروغه، همینو گفتم، باور نکردم. چطور؟ مگه تو از دست من نگرفتی نبردی خونه ی اون زنه؟ راست میگی آیسل؟ تو رفتی اون خونه؟ رفتم، اما چرا رفتم؟ دختره تا دم در اومده بود، گفتم درد سر نشه، برای همین رفتم که هشدار بدم. یعنی خاک تو سرت آیسل، خاک تو سرت. خب زشته آیسل، شوهر چند سالت رو کنار زدی و حالا هرچی هم که این دختره میگه باور میکنی و میره به اون خونه. خب باور نکردم، معلومه که نکردم. برای اینکه دهن دختره رو ببندیم گفتم اینور و اونور حرف نزنن. مریمم بهش پول داد و بعدش اومدیم. تو زنی باور نکردنی هستی، باور نکردنی. تو شوهر چند سالت رو کنار گذاشتی و پشت سرش یه کاری کردی. یعنی چی آخه آیسل؟ خاک تو سره. وای، میگم که مگه از کوچیکی؟ ای خدا، دوباره شروع نکن زن. از کارت خوشت اومد؟ من چی کار کردم؟ باز من چی کار کردم؟ نتونستی جلوی دهنتو بگیری؟ نتونستی؟ آره. اما من میدونم چرا اینجوری کردی. تو فقط میخوای که میونه ما رو خراب کنی. این همینجوری هست آیسل، اخلاقش همینجوریه. همینطوره که نمیذاره پری و تامر راحت باشن، همین کارا رو میخواد با ما هم بکنه. شما دوتا این قابلمه و درش هستی. خیلی خوب، گیریم که مامانت به حرفت گوش داد و به اون خونه هم رفت. تو الان چرا داری میای اینا رو به من میگی؟ میخوای میونمو خراب کنی با آیسل؟ ها؟ بگو ببینم، جواب بده. من دیگه چی بهت بگم؟ چی بهت بگم؟ تو این زندگی هر چی تجربه میکنی حقته. از تو این انتظار رو نداشتم آیسل. وراجی ملت رو باور میکنی، بعد میری پشت سر شوهرت کار میکنی. واقعا نامیدم کردی آیسل. معذرت میخوام، دیگه تکرار نمیشه. بله که میشه. تا وقتی که پسرت این پولو داره، خیلی بچه های دیگه نمایان میشن آیسل. تو هم در به در میگردی، به کلاه برداره هم پول میدی هر چی بخوان. تامر از این خبر داره؟ نمیدونه، هیچی بهش نگفتم. نه، خبر نداره. ندونه. گوشه این دخترم بکش، به کسی هیچی نگه، فهمیدی؟ تامرم به جون من نندازه. پول این بچه رو یهو نگیرن الکی. نمیتونم این احمقا رو تحمل کنم، والا میذارم و میرم. خدا نکنه. این چه حرفیه که میگی بلند؟ عزیزم بیا بشین، بشین عزیزم. فشارت یه وقت میره بالا ها بلند، چیزی نمیشه. یالا مریم، مریم. مریم دروغ میگه. کار من نبود، دیدم کار اون بود. کار تو بود، دروغ گوی تو، دروغ گوی. من دیدم
تو خودت سنگو برداشتی. تو چشمای خودم دیدم. دروغگو، دروغگو، تو بود دروغگو. تو دروغگو هستی. برو با ما بازی نکن، دروغگوی کثیف. تو کثیفی. برو یه جای دیگه بازی کن یالا. آی چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ چه خبره مریم؟ چی شده؟ به من میگن دروغگو. کی بهت گفته؟ کی؟ همشون. الان بگین تا بهتون نشون بدم. و اونم منو هول داد. اگه یه بار دیگه به خواهرم دست بزنی چنان میزنمت که دماغت بشکنه. دیگه به خواهرم دست نزنی. یا با من بازی نمی کنن. بازی نکنن. من خودم باهات بازی میکنم. منو دوست ندارم. دوست نداشته باشم. من تو رو دوست دارم. داداش همیشه ازم محافظت میکنی؟ من همیشه ازت محافظت میکنم. خواهر یکی تونه خودم. داداش کجایی؟ Ha ha ha.